دلتان می‌خواهد با فضانوردان کار کنید. من در مرکز فضانوردان اروپا در شهر کلن آلمان هستم. در این ویدیو 360 درجه می‌خواهیم ببینیم کار کردن در ایستگاه بین‌المللی فضا چگونه است. کمی درباره این مکان برایمان بگویید. ما در سالن آموزش فضانوردان آژانس فضایی اروپا هستیم. هر فضانوردی که بخواهد به ایستگاه بین‌المللی فضا برود، باید در اینجا آموزش ببیند. بخشی از آموزش‌های استاندارد و آموزش‌های پیشرفته در این محل انجام می‌شود. به این علت که در ایستگاه بین‌المللی فضا مدول‌های مختلفی وجود دارد. در نتیجه فضانورد باید به طور دقیق نحوه کار هر کدام از سیستم‌ها را بیاموزد، چون این کار هم برای تأمین امنیتش و هم برای کیفیت کارش مهم است. درباره ماکت هایی که اینجا میبینیم برای ما صحبت کنید. آیا ابعاد واقعی آنها همین است؟ بله، ابعاد واقعی آنها همین است. به همین دلیل هم خیلی بزرگ به نظر میرسند. در اینجا بخش سرویس دهی روسیه ایستگاه بین‌المللی فضا را میبینیم که فضاپیمای ترابری خودکار اروپا به آن متصل شده. این مدول دیگر مورد استفاده قرار نمیگیرد. این طرح با موفقیت زیاد به پایان رسید. کپسول سویوز را بازسازی کردیم. البته ابعادش با کپسول واقعی فرق دارد. این هم ماکت آزمایشگاه فضایی کولومبوس با ابعاد واقعی آن است، که با بخشی از مدول ژاپنی GAM به گره شماره 2 متصل است. به داخل ماکت آزمایشگاه فضایی کولومبوس در مرکز فضانوردان اروپا خوش آمدید. اینجا آزمایشگاه آژانس فضایی اروپا است. فضانوردان آموزش‌های عملی و تئوری می‌بینند. بنابراین می‌توانید زیر پای خود از طریق این پنل تمام سیستم‌های بالقوه و داده‌های موجود را ببینید. هر کس فضانوردان نحوه کار کردن با این سیستم‌ها را می‌آموزد و یاد می‌گیرد چگونه در شرایط اضطراری از خود و سایر خدمه حفاظت کند. به عنوان مثال در اینجا دستورالعمل‌ها و تجهیزات مربوط به شرایط اضطراری مثل آتش سوزی، افت فشار و مسمومیت هوا قرار داده شده. ماسک اکسیژن و کپسول آتش نشانی هم در اینجا هست و یک واحد برقراری ارتباط صوتی با کسانی که روی زمین هستند یا با سایر فضانوردان. علاوه بر این فضانوردان نیاز به آموزش‌های دیگر هم دارند، زیرا طی مأموریت‌هایشان باید آزمایش‌های علمی متعددی انجام بدهند. آزمایشات علمی را یا با بار مفید اولیه شبیه این قفسه‌های علمی بزرگ انجام می‌دهند یا با بارهای مفید ثانویه که کوچکتر هستند. بسته‌های بزرگ علمی مثل این بسته که برای انجام آزمایش‌های زیست‌شناسی است در ایستگاه بین‌المللی فضا کاربرد دارد. داده‌های این آزمایش‌ها را نمی‌توان به خاطر نیروی جاذبه روی کره زمین به دست آورد. Brilliant. Yes? Very good.